درود بر شما همراهان کانال خبرچین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. اعتراف به وخامت حال نظام و عدم مشروعیت. وحید حقانیان، همتی، رضایی و قاضی‌زاده خود را خرج نظام کردند. وحید حقانیان تلویحاً زاکانی و جلیلی را پوششی خوانده. وحید حقانیان عضو ارشد دفتر رهبری در بیانیه شخصی نوشته در شرایطی که مخالفان نظام تحریم انتخابات و رای بی رای را پیش می بردند، ماندن رضایی، قاضی‌زاده هاشمی و همتی به عنوان سه رقیب برای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقیناً باید گفت اینها خود را دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند. وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت‌ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی‌کرد، یقیناً چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود می‌آمد. یک رسوایی دیگه طبق آمار حکومتی و علنی شدن نبود جمهوریت در نظام علی خامنه ای. ابراهیم رئیسی با کسب 30% آرا از کل واجدان شرایط رکورد کمترین میزان رأی رؤسای جمهور نسبت به واجدین کل را از آن خود کرد. توجه، هزاران تصویر و فیلم و گزارش میدانی وجود داره که اثبات میکنه درصد مشارکت عمومی بسیار پایین تر بوده و حکومت به ناچار تن به ارائه چنین آمار خفت باری داده. اسرائیل، رئیسی، قصابی که مدافع جاه طلبی های اتمی است. وزیر خارجه اسرائیل در نخستین اظهار نظر درباره نتیجه انتخابات جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی را آخوند تندروی خواند که به دنبال بلند پروازی‌های اتمی، حمایت از تروریسم بین المللی و قصابی که دستانش به خون هزاران ایرانی آغشته است خواند و هشدار داد که انتخاب رئیسی ضرورت متوقف کردن برنامه اتمی رژیم ایران را بیش از پیش در اولویت قرار داده و ایستادگی مقابل بلند پروازی های ویرانگر منطقه این رژیم را میطلبد. به گزارش العربیه، وزیر خارجه اسرائیل پیشتر در مراسمی گفته بود که کشورش تمام توانایی های خود را به کار خواهد برد تا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی شود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به دنبال اعلام پیروزی رئیسی هشدار داد جامعه جهانی باید با انتخاب وی نگران باشد، چرا که او خود را به برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی متعهد می‌داند. رهبر جمهوری اسلامی از سرکوب شبکه گسترده از فعالان سیاسی در سال 88 تا سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 یک پروژه مرگبار اجتماعی را پیش برده که بخشی از آن حد فاصل سال‌های 84 تا 90 با همراهی دولت احمدی نژاد و بخش دیگری از آن در سالهای 96 تا کنون با مشارکت دولت روحانی عملی شده. در خلال همه این سالها رهبر جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی خودش رو قوی و مسلط تر کرده. رد پای سپاه در قوه قضاییه رو به حد اکثر رسونده. سازمانهای سرکوبتر رو متنوع‌تر، مجهزتر و وسیع‌تر کرده و نشون داده که آماده شلیک به سر تا پای هر معترضیه. در سطح بازیگران داخلی حکومت نیز اکبر هاشمی رفسنجانی مرده، میرحسین موسوی در حصره، مهدی کروبی در خانه‌اش اندکی فعالیت سیاسی داره ولی با شکست سنگینی که در حمایت از عبدالناصر همتی خورد حاشیه نشین‌تر شد. پروژه مهار حسن خمینی و محمد خاتمی با موفقیت پیش میره. اعتبار حسن روحانی به حد اقل رسیده. علی لاریجانی پیام دریافت کرد که پاش رو از خطوط خاصی نمیتونه فراتر بذاره. محمد جواد ظریف پیام تند گرفت و عذرخواهیش هم چاره ساز نشد. محمود احمدی نژاد هم دوبار رد صلاحیت شد و اگر از مجمع تشخیص مصلحت نظام نرود، قدرت و امکانی برای مانور ندارد. در غیاب و انزوای این چهره ها که هر کدام می توانستند اردوگاهی را به دنبال خود بکشانند، اکنون ظهور ابراهیم رئیسی که تا سال 94
چهره کم مایه در سیاست داخلی ایران بود، میتونه نقطه شروع یک ساماندهی سیاسی برای تثبیت وضعیت سرکوب سیاسی باشه. او در کنار گروهی از بدنامترین اصولگرایان مانند محمد باقر قالیباف که نماد فساد بوده و رهبری حزب و سرکوب سیاسی در مجلس رو بر عهده داره، هسته اصلی مأموریت شدند. این شبکه زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و آستان قدس رضوی رابطه قوی مالی و سیاسی داره، هم برای تثبیت موقعیت خودش در داخل و هم برای تأمین شبکه عظیم وابسته نیازمند به تثبیت موقعیت سازش با غرب. سازش با غرب از نگاه رهبر جمهوری اسلامی برقراری رابطه با آمریکا نیست، بلکه یافتن راهی برای کمتر کردن فشار تحریمه. این پروژه از مسیر مذاکرات احیای برجام که دولت روحانی مأموریت به نتیجه رسوندن اون حداقل در حد نقشه راه رو داشت، فرصت اجرایی شدن داره. حکومت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی از زیر فشار حداکثری دولت ترامپ جون سالم به در برده و او اکنون کمتر نگران فروپاشی اقتصادی ناشی از فشار خارجی به نظر میرسه، ولی فشار خارجی و تداوم نارضایتی گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی میتونه خطر رویدادهایی چون آبان 98 رو کماکان در اوج نگه داره. سایه آبان 98 که به روایت خبرگزاری رویترز خامنه ای دستور داد جمعش کنن و این دستور 1500 کشته روی دست معترضان گذاشت، روی سر انتخابات فعلی هم بود و حتی ابراهیم رئیسی که وارث ننگین ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یعنی اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 تلاش کرد که از اون فرار کنه. کنترل پروژه سرکوب سیاسی، بهبود موقعیت اجتماعی رئیسی، کاهش ریسک‌های خارجی، یافتن راهی برای نفس کشیدن اقتصاد و افزایش ثبات سیاسی در دورانی که میتونه سالهای پایانی زندگی خامنه‌ای باشه و باید مقدمات سپردن مأموریت به جانشین رو فراهم کنه، به یافتن راهی برای سازش نیازمنده. سرکوب علنی و سازش یواشکی این دوگانه‌ایه که خامنه‌ای برای بقا یافته و رئیسی باید انجامش بده. جوانان باغ ملک خوزستان تقلب خامنه‌ای رو تقبیح کردند. ماموران خامنه‌ای در باغ ملک خوزستان با جوانانی که به تقلب گسترده و عددسازی نتایج انتخابات فرمایشی اعتراض داشتند درگیر شدند. جوانان شجاع با دفاع مشروع اجازه پیشروی به نیروهای خامنه‌ای را ندادند. اکنون با اعلام حکومت نظامی در باغ ملک از رفت آمد مردم جلوگیری می‌کنند. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.